درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته است که مریم رجوی در زمان حمله پلیس آلبانی به کمپ مجاهدین خلق در نزدیکی تیرانا پایتخت این کشور در یکی از ساختمان‌های این مقر مخفی بوده است که از ترس استرداد به ایران از طریق راه‌های مخفی به فرانسه فرار می‌کند. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که منابع آگاه امنیتی به خبرنگار تسنیم گفتند که دولت آلبانی مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق را که به فرانسه رفته بود حالا ممنوع الورود کرده است و این حکم از سوی دادگاه ضد تروریسم این کشور صادر شده است. به گفته تسنیم دادگاه پس از بررسی مستندات موجود مبنی بر هدایت اقدامات تروریستی توسط گروه مجاهدین در داخل ایران حکم ممنوعیت ورود رجوی به آلبانی را صادر کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است که مریم رجوی خرداد ماه سال جاری همزمان با حمله پلیس آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق در اشرف سه از این کشور خارج شده است و اکنون در فرانسه است. خبرگزاری تسنیم در ادامه سخنان خود در توهین به سازمان مجاهدین خلق نوشته است که پس از انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی و دور شدن از مرزهای ایران، امکان اعزام تیم‌های آنها به داخل کشور برای آنها نزدیک به صفر شده است و برای همین بیشترین توان خود را بر روی عملیات سایبری و حضور پررنگ در فضای مجازی گذاشتند. تسنیم اعتراف کرده است که این گروه در سالهای اخیر با کمک یکی از دولت‌های حامی خود پیشرفته ترین سرورها را در یگان سایبری به کار گرفته بود و گفته می‌شود که در این سرورها اطلاعات زیادی از جمله اطلاعات مربوط به نفوذ مجاهدین در داخل ایران وجود دارد. خبرگزاری حکومتی تسنیم سپس در ادامه سخنان و ادعاهای خود می‌نویسد که ادی راما نخست وزیر آلبانی در مصاحبه‌ای با شبکه آلمانی اشپیگل گفته است که گروه مجاهدین خلق نمی‌توانند از آلبانی برای جنگ علیه ایران استفاده کنند و آلبانی قصد جنگ با ایران را ندارد و کسی را که از مهمان نوازی ما سوء استفاده کرده باشد نمی‌پذیریم. اما این ادعاهای خبرنگار خبرگزاری تسنیم کاملا مخالف آن چیزی است که مجاهدین خلق این روزها عنوان می‌کنند. در یک کنفرانس خبری خصوصی در پایگاه اشرف سه، مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران به تازگی از توافقی که بین این سازمان و دولت آلبانی به وجود آمده است سخن گفته است. مریم رجوی با اعلام رضایت از پیشرفت‌های اخیر گفته است که پس از مذاکراتی بسیار جدی با مقامات آلبانی و جلسات مکرر با پلیس آلبانی توانستیم که تمامی ابهام ها و سوء تفاهم های پیش آمده را رفع کنیم و مقامات آلبانی نیز از ما به دلیل مشکلات به وجود آمده عذرخواهی کردند و ما اکنون قادر خواهیم بود با انرژی و قدرت بیشتری به کار خود در اشرف سه ادامه دهیم. به یفزود ما به یک مرحله جدید و مثبت در روابط خود با دولت آلبانی وارد شده ایم و این توافق نه تنها برای ما بلکه برای کل جهان آزادی خواه و مبارزان دموکراسی در ایران معنایی عمیق دارد. مریم رجوی که تأکید بر ادامه فعالیت‌ها و تلاش‌های سازمان مجاهدین خلق برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در ایران داشت، از پشتیبانی جامعه بین المللی و همچنین دولت آلبانی تشکر کرده است. وی در ادامه سخنانش گفت که ما به مبارزه خود برای آزادی و دموکراسی در ایران ادامه خواهیم داد و این توافق با آلبانی نشان دهنده تصمیم جدی ما در دستیابی به این اهداف است. همانطور که می‌بینید سخنان مریم رجوی در تناقض کامل با ادعاهای خبرنگار خبرگزاری حکومتی تسنیم قرار دارد. اما ماجرا از چه قرار است؟ مطابق آخرین خبرهای خبرنگار تیرانا نیوز، منابع نزدیک به دولت روسیه ادعا کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال بررسی احتمال ورود به یک مناقشه نظامی با آلبانی است، چه در حین جنگ جاری با اوکراین و چه پس از آن. این ادعاها که تاکنون توسط هیچ مقام رسمی روسیه تایید نشده است به وجود آمده است در حالی که تنش‌ها بین مسکو و تیرانا هم افزایش یافته است. برخی منابع میگویند که
پوتین نگران نفوذ رو به افزایش ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه بالکان است و به عنوان پاسخ به این نگرانی ممکن است از اقدامات نظامی علیه آلبانی هم استفاده کند. هرچند این ادعاها فاقد اسناد و مدارک قانع کننده است، اما نگرانی ها در مورد افزایش تنش در منطقه را برانگیخته است و بسیاری از متخصصان امنیتی اروپا و آمریکا هشدار دادند که چنین تحرکات نظامی می تواند منجر به یک بحران گسترده تر بین المللی، حتی بزرگتر از آنچه که جنگ اوکراین سبب شد شود و تأثیرات وسیعی بر امنیت منطقه و جهان داشته باشد. این خبرگزاری آلبانیایی گفته است که احتمال دارد دولت آلبانی به دلیل تهدیدهای روسیه و از آنجایی که می داند جمهوری اسلامی متحد روسیه در سلسله جنگ‌های اخیر است، سعی دارد که تنش با ایران را در حد امکان کاهش دهد و به همین دلیل سعی کرده است که مجاهدین خلق را قانع کند که اگر در خاک این کشور ساکن هستند، تنش با جمهوری اسلامی را به حد اقل برسانند، که البته این موضوع با اصل و موجودیت سازمان مجاهدین خلق تناقض دارد. در همین رابطه این خبرنگار نوشته است که دولت آلبانی اخیراً از مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران خواسته است که در جهت تحقق صلح و ثبات در منطقه قدم بردارد و از هر گونه اقدامی که منجر به تنش شود پرهیز کند. در یک بیانیه رسمی وزارت امور خارجه آلبانی اعلام کرده است که ما از خانم رجوی و سایر اعضای سازمان مجاهدین خلق خواسته ایم که به تعهدات بین المللی و موافقت های دو جانبه پایبند باشند و از هر گونه فعالیتی که می تواند به تشدید تنش ها منجر شود خودداری کنند. این درخواست در زمانی ارائه شده است که شایعاتی در مورد احتمال ورود روسیه به یک تعارض نظامی با آلبانی در حال گردش است و برخی تحلیلگران معتقدند که آلبانی به دنبال جلوگیری از هر گونه تنش داخلی یا خارجی است که میتواند وضعیت ناپایدار در این کشور ایجاد کند. به گزارش برخی منابع، مریم رجوی هنوز به این درخواست واکنش قطعی نشان نداده است، اما انتظار می‌رود که در روزهای آتی نظر نهایی سازمان مجاهدین خلق را اعلام کند. این موضوع همچنان به عنوان یکی از مسائل حساس در دیپلماسی بین آلبانی و جمهوری اسلامی مطرح است و بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی هم مشغول پیگیری نزدیک این موضوع هستند تا از وقوع هر گونه بحران جدید جلوگیری شود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.